تو دو قسمت قبلی این سری هفت مورد از کارهایی که باعث میشن خیلی سریع 100 تا سابسکرایبر اولتون بگیرید و بهتون گفتم هنوز سه مورد آخرش مونده. پس اگه شما هم میخواین یوتیوب رو شروع کنید و توش موندین، بهتر ادامه این ویدیو رو ببینید. فقط اگه تازه وارد این کانال شدین لطفا این کانال رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. 8 الگو برداری. تو هر زمینه‌ای فعالیت می‌کنی، قبل از تو حتما یوتیوبرای موفقی بودن که کارشون گرفته. ازشون الگو برداری. تامنی، عنوان، هشتگ، موضوع و غیره. اینا چیزایی هستن که باعث شدن اونا دیده بشن. ازشون الگو برداری کن و مدل خودتو بساز. نترس. همون کانالای موفقم که می‌بینی قبلا از بقیه الگو برداری کرد. 9 آنالیز کردن. خود یوتیوب تو بخش یوتیوب استودیو یه تب داره به نام آنالیتیکس که ریز درشت ویدیوهاتو جلو چشت میاره. تو تب اوورویو یه چارت هست که نشون میده مخاطبا چند درصدشون تو مدت ویدیو هنوز داشتن تماشا میکردنش. خب قاعدتا اولی 100% دارن تماشا میکنن، اما هرچی ویدیو جلو تعمیره کسایی که هنوز دارن تماشا میکنن ریزش میکنه. طبیعیه، مثلا میرسه به 30-40%. تو بچرخ ببین تو کدوم نقطه زمانی ویدیو خیلی از مردم ویدیو رو ترک کرد، برو تو ویدیوی بعدیت اونو اصلاح کن و این درصد رو کم کم بالا ببر. هرچی این درصد بالاتر بره شانس پیشنهاد کردن ویدیو به بقیه توسط یوتیوب بیشتر میشه. 10 شبکه‌های اجتماعی. سعی کن تو بقیه شبکه‌های اجتماعی هم اکانت بسازی و لینک کانالت رو اونجا شیر کن. فقط سعی کن محتوای مجزا بسازی، نه اینکه دقیقا همون ویدیو رو اونجا آپلود، چون دیگه مخاطب دلیل نمیبینه که به یوتیوب سر بزنه. خب اینم از ویدیوی امروز قسمت سوم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. تا ویدیوی بعدی عاشقتون و خودتون باشید.